به نام خدا. قسمت دوم از مبحث هیدرودینامیک و رانش زیردریایی رو در خدمت دوستان هستیم. در این قسمت ابتدا اجزاء مقاومت رو خدمت شما بیان می‌کنیم. پیش‌زمینه این مبحث رو از درس هیدرودینامیک داریم. فقط یک یادآوری خیلی مختصر بکنم که ما یک مقاومت استکاکی داشتیم، یک مقاومت فشاری که خود مقاومت فشاری دو جزء خودش داشت، ویسکوس پرشر و ویو رزیستنس بود که اگر ما بخوایم اینها رو در یک سطح ارزیابی بکنیم و در یک شناور اگه داشته باشیم مقاومت موج‌سازی رو هم جدا براش در نظر بگیریم، اصطلاحا هم میگیم مقاومت موج‌سازی، مقاومت ویسکوز فشاری و مقاومت موج‌سازی. اما در زیردریایی مقاومت موج‌سازی فقط در شرایطی هستش که یک زیردریایی مثلا در عمق اسنورکل باشه، ولی در حالت زیرسطحی که گفتم مبنای طراحی ما در هیدرودینامیک زیردریایی حالت زیرسطحی هست، ما حالت استکاکی رو داریم و از این مقاومت فشاری همون جزء ویسکوز فشاری رو میایم در نظر میگیریم، یعنی مقاومت موج رو از داخل مقاومت فشاری خارج میکنیم. از این حالت یک از این دو جزئی که اینجا الان بیان شد، پس بنابراین میمونه مقاومت استکاکی. و حالا اگر این رو فرض بکنیم که مقاومت ویسکوز فشاری همون مقاومت فشاری براش در نظر بگیریم، برای شکل‌های مختلف میتونید این مقادیر رو به این صورت ببینید. نگاه کنید در شکل اول که جسم همراستا با خط جریان هست، مقاومت فشاری تقریبا صفر هست و تقریبا 100% مقاومت همون مقاومت استکاکی هست. وقتی این جسم یک مقداری ضخیم‌تر میشه، باز مقاومت فشاری یک مقدار افزایش پیدا میکنه، حدوداً 10% به 80%، که البته این باید 20 به 80 باشه که حالا اینجا الان اشتباه شد. اگر که ما یک دایره رو داشته باشیم، در این دایره یا یک کره رو اینجا داشته باشیم، 90% مقاومت فشاری هست، 10% مقاومت استکاکی. و اگر یک صفحه تختی رو عمود بر جریان داشته باشیم، نسبتش 100 به تقریبا 0 در مقاومت استکاکی هست. به همین دلیل اینجا رو میبینید که شما اثرات شکل روی مقاومت فشاری خیلی خیلی مؤثر هست. به همین دلیل مقاومت فشاری رو اصطلاحا مقاومت شکلی یا فرم درگ یا فرم رزیستنس هم میگن. یعنی هر جا شما بحث از مقاومت شکلی دید، منظورش همین مقاومت فشاری هستش که الان ما اینجا داریم میبینیم. اما اگر بخوام روی یک شکل شبیه به زیردریایی نشون بدیم، حالا در یکی از منابعی که وجود داشته، در یک رینولدز خاصی اومده گفته اگر این یک استوانه باشه و سی ایدیش 2.3 باشه برای عدد رینولدز پایین، حالا این عدد به این صورت به دست اومده، اگر ما یک قسمت نیمکره‌ای یا عدسی شکل در قسمت سینه اضافه کنیم، این ضریب مقاومت 2.3 کاهش پیدا میکنه به 1.2. حالا اگر ما بیایم در قسمت انتهای این هم یک قسمت مخروطی شکل اضافه بکنیم، باز این ضریب مقاومت افت چشمگیری خواهد داشت، از 1.2 به یک باره کاهش پیدا میکنه به ضریب مقاومت 18%. البته اعدادی که در اینجا بیان شده بر اساس مساحت مقطع ارضی هستن، اگر بر اساس مساحت باشه حالا اعدادش متفاوت در خواهد. این شکل تقریبا شبیه به شکل یک زیردریایی هست. شما از اینجا میتونید متوجه باشید که کلا چرا شکل یک زیردریایی رو اصطلاحا دوکی شکل میسازن. حالا به این شکل اگر اصطلاحا دوکی شکل میگن، یعنی شکلی هستش که یک قسمت بیزیگون یا عدسی شکل یا نیمکره در قسمت جلو داره، یک قسمت مخروطی هم در قسمت انتها. این برای این هستش که مقاومت یک زیردریایی تا جای ممکن کاهش پیدا بکنه و یک زیردریایی رو نمیان مثلا به این شکل بسازن. دلیلش رو الان شما دارید در اینجا به این صورت میبینید. اما اگر بخوام اجزای مقاومت رو با مقاومت کشتی با زیردریایی مقایسه بکنیم و برای درک بهترش در دو تا سیار ایدئال و واقعی برای دیدن اثرات ویسکوزیته بیام این مقایسه رو انجام بدیم، در کشتی ها در یک سیار ایدئال مقاومت استکاکی نداریم، ویسکوز فشاری نداریم، ولی مقاومت موج سازی یا موج حتما داریم. چرا؟ چون چه سیار ایدئال باشه چه غیر ایدئال، یعنی چه ویسکوزیته داشته باشه چه نداشته باشه، ما تغییرات فشار رو و مقاومت موج‌سازی رو داریم. اگر سیال واقعی باشه، مقاومت استکاکی داریم، ویسکوز فشاری داریم، مقاومت موج هم داریم.
اما اگر یک زیردریایی در عمق آب باشه، در سیال ایدئال مقاومت اصطکاکی طبیعتا نداریم، ویسکوز فشاری هم نداریم و مقاومت موج هم نداریم، چون از سطح آب دور هست و زیردریا موقعی که در عمق آب حرکت میکنه دیگه اثر روی سطح آزاد نداره و مقاومت موج به همین دلیل ما نداریم. اما اگر همین زیردریایی که در عمق آب هست در سیال واقعی باشه، خب طبیعتا مقاومت اصطکاکی داریم، ویسکوز فشاری هم داریم و باز هم مقاومت موجسازی نداریم. و برای اینها حالتهایی بودش که ما حرکت یک نواخت رو داریم در نظر میگیریم. اگر حرکت شتابدار باشه، چه در سیال ایدئال و چه در سیال غیر ایدئال، ما چه در سطح آب و چه در زیر سطح آب مقاومت اینرسی رو داریم که این مبحثش مربوط به مباحث دینامیک است. منتها حالا ما بیشتر مربوط به حرکتمون، مربوط حرکت غیر شتابدار سرعت یک نواخت هست که این تقسیم بندی و این حالت ها رو تقریبا شما میتونید در این حالت ببینید که یک گویایی از شمای کلی از مفاهیم مقاومت در کشتی و زیردریایی. اما مبحث بعدی که بهش میپردازیم مربوط هست به طراحی شکل بدنه زیردریایی. نکنید شکل بدنه زیردریایی رو برای اینکه این حالتی که اینجا گفتم نکنید فراهم بشه، حالا این برای شکل کلی بدنه شما میتونید بگید. کلا هر قسمتی از زیردریایی و هر جزئی و هر زائده ای از زیردریایی که وجود داره، حالا میخواد برجک باشه، میخواد دکل‌ها و آنتن‌ها باشن، میخواد قسمت‌های زمائمی از بدنه که به بدن متصل هستن باشن، سعی میکنن تا جای ممکن شکل رو به صورت هیدرودینامیک یا اصطلاحاً در هوافضا آیرودینامیک در بیارن. یعنی یک جسمی رو هیچ موقع اجازه نمیدن به این شکل باشه و به این شکل مقاومت بسیار بالایی تولید بکنه. سعی میکنن اگر هم نیاز هست یک زائده‌ای در یک جا وجود داشته باشه، یک چیزی به این صورت فویلی رو اطرافش داشته باشن و تا حد ممکن ضریب مقاومت رو کاهش بدن. مثلا اگر این یک دکل باشه، این دکل رو میان یک فویلی اطرافش میکشن، شمای کلیش رو تبدیل میکنن به یه همچین فویلی و اینجا میبینید که مقاومت فشاری رو تا چه حد میتونن با این تغییرات بیان و کاهش بدن. برای همین ما در طراحی شکل بدنه یکی از عوامل اصلی که میاد تعیین کننده میشه برای زیردریایی همین کاهش ضریب مقاومت هست. الان شما در زیردریایی های مدرن امروزی میبینید که اون شکل برجکی رو که قبلا به شکل مقطع فویل بود در زیردریایی جدید به این شکل دارن میسازن. الان اگه اشتباه نکنم زیردریایی لس آنجلس کلاس آمریکایی هست. الان شکل برجکش رو نگاه کنید، هیچ شباهتی به برجک های قبلی و قدیمی نداره و این بدین نرسید تا جای ممکن خواستن اصطلاحا فیل بکنن برجک رو و مقاومتش رو تا حد ممکن کاهش بدن. اما حالا برای اینکه این رو این بحث وارد بشیم، برای طراحی شکل بدنه زیردریایی، یعنی با همین عنوانی که الان اینجا من گفتم، دو سه تا منبع هستش که من الان اینجا بهش اشاره میکنم. دو تا کتاب هستش که اینجا یه نمای از این کتاب ها رو من خدمت شما میگم و یه سری مقالات که حالا باز اونم در ادامه مبحث من یه اشاره بهش میکنم. اولین کتابی که ذکر کردیم همین کتاب فلوید داینامیک درگ هست. کتاب نوشته هورنر هست که اصطلاحاً به اسم کتاب هورنر هم معروف هست. این کتاب در سال 1965 نوشته شده ولی واقعا کتاب خوب و به‌روزی هست. یعنی کتابی شاید در حوزه هیدرودینامیک و آیرودینامیک روی دست این کتاب شاید نیامده باشه. بسیار کتاب زیبا و خواندنی هست و این توصیه میشه به تمام دانشجویانی که زیر مجموعه مکانیک هستن، حالا چه هوافضا چه دریایی، که این کتاب رو حتما ملاحظه بکنن. این کتاب تقریبا شما هر نوع شکلی که مد نظرتون باشه در این کتاب اومده و بررسی شده و مقادیر مقاومتش هم تو که شما میبینید برای شکل‌های مختلف داده شده، از انواع شکل‌های اتومبیل بگیرید تا مثلا هواپیما تا زیردریایی یا حتی مثلا کشتی‌ها روی سطح آب. این کتابی هستش که واقعا مطالعهش به تمام مهندسین دریایی حتما سفارش میشه و امیدوارم یه روزی برسه که یه نفر در ایران پیدا بشه این کتاب رو ترجمه بکنه. من یکی دو بار خواستم این کتاب رو به طور کامل ترجمه بکنم اما فرصتش پیش نیومد. این کتاب 455 صفحه است، کاربرد در رشته‌های مختلف داره. اینجا مثلا شما دارید می‌بینید که مثلا برای این شکل‌ها که الان شما دارید می‌بینید، به مثلا مقادیر مختلف ضریب مقاومت رو بر اساس مثلا بر حسب علمی اومده داده. حالا بحثی که ما شبیه این رو در ادامه خواهیم داشت که برای شکل‌های دیگه. اما مزیت این کتاب برای این هستش که بخش عمده‌ای از اطلاعاتی که میاد ارائه می‌کنه
مربوط به اطلاعات تست مدل از جاهای مختلف است. یعنی خود این آقای هورنر با تجهیزات آزمایشگاهی که در اختیار داشته اومده و یه تعداد زیادی تست هایی رو انجام داده، با اطلاعات دیگه که از منابع دیگه داشته مقایسه کرده و اطلاعات بسیار بسیار ارزشمندی رو اومده و ارائه کرده. حتی مثلا شما اینجا ضریب مقاومت افراد مختلف رو مثلا در یک فرد در حالت های مختلف میبینید که ضریب مقاومتش رو اومده روش بحث کرده که به چه صورت خواهد. کتاب بعدی که در زمینه طراحی شکل غوطه بر شونده ها، حالا زیر دریایی را به نوعی شامل میشه، ازش کتاب Underwater Missile Propulsion هست. این کتاب حالا موضوعیتش در مورد پیشرانش موشک ها هست، ولی مطالب خیلی جالبی در مورد طراحی شکل بدنه زیردریایی ها و حالا موشک ها اومده و ارائه کرد که شما الان قسمت هایی از این کتاب رو دارید در اینجا میبینید که ملاحظات مختلف مربوط به طراحی شکل زیردریایی ها رو اومده گفته که حالا طراحی شکل سینه به چه صورت باشه، پاشنه به چه صورت باشه، اگر این جلوش به این صورت تخ باشه به چه صورت خواهد بود، و اثرات بالک های انتهایی رو اومده بررسی کرده. و باز این هم مزیتش این هستش که یه سری اطلاعات بر اساس تست مدل اومده بیان کرده، اطلاعاتی که داده اطلاعات موثق و خوبی هست و به درد طراحی میخواد. یعنی شما در اینجا فرمول های زیادی رو میبینید که مستقیما برای طراحی میتونه استفاده بشه. خب این تا اینجا یک معرفی مختصر از منابعی که ما در این زمینه داریم. مثلا مقالات مختلفی هم داریم که یه تعدادش مربوط به مقالات خود من هست. اگر شما مقالاتی رو که میخواید به زبان فارسی میخواید سرچ بکنید، من اینجا فقط یه یادآوری بکنم که از این سایت سیویلیکا، بانک اطلاعات مقالات ایرانی هستش، خیلی ساده میتونید شما در اینجا اون عنوان مقاله رو که میخواید سرچ بکنید و این مقاله رو مثلا به قیمت هر مقاله رو به قیمت 1000 تومان 2000 تومان همین حدود خریداری بکنید. یعنی شما هر مقاله از هر کنفرانسی در هر جایی از ایران که مد نظرتون باشه شما در این سایت میتونید در به اصطلاح خود اصل فایل رو دریافت بکنید. اما من برای اینکه تقریب بیشتری به ذهن باشه یک مدل سازی خودم توی همین نرم افزار فلوویژن انجام دادم و با استفاده از روش CFD یک مقایسه کردیم رو نتایج از شکل بدنه. حالا با یه تعداد مشه کمی فقط برای تقریب به ذهن من این رو انجام دادم. برای یک استوانه، بعد این استوانه میاد یک مخروط در انتهاش اضافه میشه، از جهت سیار از این سمت هست، یعنی از سمت راست به چپ هست. انتهای این استوانه رو به صورت مخروط در آوردیم، بعد همین استوانه رو سینه‌ش رو به صورت بیزیگون در آوردیم، بعد سینه و پاشنه رو به صورت نکتی و مخروطی در آوردیم. در قسمت بعد اومدیم قسمت پاشنه هم مخروطی، قسمت سینه به صورت بیزیگون، و در انتها هم قسمت مخروطی رو فقط یک انحنا بهش دادیم. این شکل آخری که اینجا دادیم تقریبا زیردریایی های امروزی و در زیردریایی شکل شبیه به این شکل آخر رو دارن. شما در اینجا به راحتی خیلی میتونید ببینید که مقاومت به چه صورت خیلی سریع کاهش پیدا کرده. این ضریب مقاومت کل هست برای مدل 1، برای مدل 2، برای مدل 3، همینطور که می‌بینید خیلی سریع اینجا اومده و کاهش پیدا کرده. یکی از چیزایی که می‌تونه در اینجا برای شما جالب باشه این هستش که تفاوت مقاومت مدل 3 و مقاومت مدل 4. ناگهان در اینجا برای یک جسمی که در حالت زیر سطحی بود، الان ما مدل سازی که اینجا انجام دادیم برای حالتی هستش که حالا این یک چهارم این شکل به دلیل تورم مدل شده. یعنی کل جسم زیر سطح آب هست و سطح آزادی ما نداریم. برای این حالت دقت بکنید که ضریب مقاومت مدل 3 این مقدار هست و مدل 4 در این مقدار هست. یعنی ما یه افت چشمگیری داریم در مقاومت بین مدل 3 و مدل 4. اگر ما بخوایم متوجه بشیم که چرا شکل بدنه زیردریایی ها رو، شکل سینه شون رو به صورت بیزیگون میسازن، مثل کشتی ها نوکتیزه میسازن، میتونید شما مقایسه کنید بین مدل 4 و مدل 5. در اینجا دقت بکنید که مدل 4 هست، سری مقاومتش هست، و این هم مدل 5. ما در قبل از این حال اثر پاشنه رو دیدیم، مثل مقایسه بین مدل 1 و مدل 2 که یک پاشنه مخروطی که اضافه شد چقدر ضریب مقاومت کاهش پیدا کرد، یا مثلا بین شکل 3 و 4. ولی ما در اینجا دقت بکنید اینجا پاشنه هر دو تا طرح یکسان هست، اما در قسمت سینه ما اینجا یک شکل نوکتیزی رو داشتیم، در این قسمت الان این شکل نوکتیز رو تبدیل کردیم به یک جسم
بیزیگون. دقت بکنید که ضریب مقاومت باز کاهش پیدا کرده. و همینطور موقعی که ما انحنا دادیم قسمت پاشنه رو، باز اینجا تفاوت بین مدل های 56 رو میتونید در این دو تا نمودار آخر ببینید. اینها محور عمودی ضریب مقاومت هست و محور افقی رینولدز هست. در رینولدز های مختلف این بررسی انجام شده. و این پارامتر آخر هم ببینید که ما در هر جا به جای اینکه یک خط صاف داشته باشیم، کلا در بحث هیدرودینامیک بتونیم کرو بدیم به منحنی هایی که روی بدنه هست، حتی شما اینو در اتومبیل ها میبینید که رعایت میشه، ضریب مقاومت خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد. علت اینکه این جذب های نوکتیز در زیر آب جواب نمیده رو من در ادامه بهش اشاره میکنم. حالا اینجا یک نمونه ای از این رو داریم میبینیم. این نموداری هستش که در کتاب کانسپت این ساب برین دیزاین یا همون کتاب اصول طراحی زیردریایی بیان شده. خیلی کتاب مفیدی است، میتونه یک دیدگاهی و یک دورنمایی از این بحث رو بیاد و به صورت شماتیک ارائه بکنه. در این نمودار محور عمودی توان مورد نیاز برای حرکت یک زیردریایی هست و این محور افقی هم که سرعت هست. دو تا فرم مختلف اومده بیان کرده. یکی سابمرج فرم. سابمرج فرم یعنی شکلش شبیه به این شکل باشه، مثلا سینه‌اش سینه بیزیگون باشه یا گرد باشه. سرفیس فرم یعنی شبیه به کشتی‌های سطحی، شناورهای سطحی مثل کشتی‌ها، یعنی شکل سینه شکل نوکتیز هست، در اینجا شکل گرد یا بیزیگون داره. دقت بکنید این سابمرج فرم یعنی شکلی که برای مثل زیردریایی‌ها داره سینه بیزیگون هست، اگر این بخواد در سطح آب حرکت بکنه، سرفیس یعنی سرفیس کاندیشن، یعنی شرایط رو سطح آب داره حرکت میکنه، سطح آزاد رو قطع میکنه. مقاومتش رو میبینید که چقدر بد هست و چقدر نامطلوب هست. این خط به صورت عمودی داره افزایش پیدا میکنه، یعنی شکل بدنه بیزیگون به این شکل برای سطح آب بدترین شکل هست. مقاومت رو اینجا شما دارید میبینید. اما همین برای یک زیردریایی در زیر آب، یعنی سینه این شناور به صورت بیزیگون باشه و سابمرج کاندیشن باشه، یعنی برای حالت زیر سطح آب بدون سطح آزاد باشه، میبینید که اینجا این نمودار رو ما داریم و بهترین نمودار رو ما داریم. یعنی در یک سرعت ثابت شما اگر اینا رو قطع بکنید، میبینید که اینجا ما توان مصرفیمون کمتر خواهد شد. این پس برای حالت شکل زیر آبی یا شکل زیردریایی در سطح آب و در زیر آب. اما اگر شکل بدن شبیه به کشتی ها باشه، روی سطح آب میشه این مقاومتی که الان اینجا دارید میبینید، خب به نسبت بد نیست. ولی اگر همین شکل شبیه به کشتی رو، یعنی شکل نوکتیز شبیه به کشتی اگه باشه، همین رو برای سابمرج کاندیشن برای زیر سطح آب داشته باشیم، باز میبینید که مقاومت تقریبا رفتارش رفتار تقریبا عمودی میشه. میبینید؟ یعنی اگر این بحث رو بخوایم خلاصه بکنیم، شکل بدنه که به این شکل باشه، اصطلاحاً حالا ما میگیم دوکی شکل، یا اگر بگیم داره سینه بیزیگونی باشه، این شکل برای زیر سطح آب خوبه، و اگر به این شکل نوکتیز باشه، این برای سطح آب خوبه. این شکلی که برای سطح آب خوبه برای زیر سطح آب بدترین نتایج رو میده، و این شکلی که برای زیر سطح آب خوبه اگر روی سطح آب بیاد، این هم بدترین نتایج و بیشترین مقاومت رو میده. که هم شما از این نموداری که اینجا دادم میتونید اینو متوجه بشید و هم از روی این نموداری که در اینجا توضیحشو ارائه کردم. به همین دلیل هستش که سرعت سطحی و سرعت زیر سطحی در زیر دریایی‌ها با هم دیگه متفاوته. الان این مشخصات یک زیر دریایی کیلوکلاس هست که باز مجددا من اینجا آوردم، ولی در اینجا دقت بکنید که اسپید در حالت سرفیسش اومده 10 الی 12 گره هست و حالت سابمرجش 17 الی 25 گره هست. خب در اینجا سرعت زیر سطحی بیش از زیر سطحیه که ما توقعمون هم همینه، چون زیر دریایی شکل بدنش دوکی شکله و سینه زیر دریایی بیزیگون هست، پس طبق این نمودار و طبق این صحبتهایی که اینجا کردیم، طبیعتاً باید مقاومت در حالت زیر سطحیش کمتر از مقاومت در حالت سطحی باشه و لذا سرعت زیر سطحی بیشتر از سرعت سطحیه. ولی در زیر دریایی های قدیمی این برعکس هست. الان شما این زیردریایی U35 آلمانی هست که در زیردریای قدیمی شکل سینه‌شون شبیه به شکل بدنه کشتی ها بود، مثل این چیزی که الان شما دارید می‌بینید. مقطع از بالاش هم ببینید شکل نوکتیزی هست، شبیه به کشتی ها هست. در این زیردریایی ها دقت بکنید سرفیس اسپید 16.4 گره، سابمرج اسپید ما 9.7 گره هست. یعنی در اینجا شما می‌بینید که
مقاومت زیر سرعت زیر سطحی ما کمتر از سرعت سطحی هست. چرا؟ چون این شکل این شکل این زیردریایی شبیه به کشتی طراحی شده و لذا سرعتش در سطح آب بیشتر از زیر آب هست. حالا چرا این تفاوت وجود داره بین زیردریای قدیمی و جدید؟ مثلا زیردریای قدیمی همینطور که حالا اشاره کردم و باز هم اشاره میکنم ذخیره انرژیشون بسیار پایین بوده. به همین دلیل اینها فقط برای حمله و برای شرایط خاص به زیر آب میرفتن، یعنی اکثر طول عمر کاریشون رو در سطح آب سپری میکردن. و علاوه بر این در زمانهای گذشته حالا رادار به مفهومهای امروزی وجود نداشته و ردیابی زیردریایی حتی رو سطح آب هم خیلی کار ساده ای نبوده، چون قسمت های سوپر استراکچر بالای سطح آبش کوچیک بوده و همینطور که گفتم فقط برای مواقع خاص زیر آب میرفته، اکثرا سطح آب بوده. خب موقعی که یک زیردریایی اکثر طول عمر کاریش رو در روی سطح آب هست، خب طبیعی هست و منطقی هست که ما این رو برای سطح آب و شکل شبیه به کشتی براش در نظر بگیریم. ولی در زیردریایی های امروزی که یک شکلی شبیه به این باید داشته باشن، به چه دلیل هست؟ چون تجهیزات ردیابی زیردریایی و انواع رادارها خیلی پیشرفته شدن و توسعه زیادی پیدا کردن، زیردریایی خب به راحتی ردیابی میشه. به همین دلیل زیردریایی نیازی به اومدن رو سطح آب نداره پس از کشف سیستم اسنورکل و نباید روی سطح آب بیاد، به دلیل اینکه سریع ردیابی میشه. کشف اسنورکل یا همون دکل تنفسی که قبل از این صحبتشو کردم، این کمک کرد که زیردریایی‌ها حتی برای هواگیری و کارکرد دیزل‌ها هم نیاز به این نداشته باشن که روی سطح آب بیان. زیر سطح آب باشن، یه دکلی رو بدن بالا و کار شارژ باتری‌ها رو و هواگیری رو بیان و انجام بدن. خب به این ترتیب دیگه منطق کار نسبت به زیردریایی قدیمی عوض شد. ما باید شکل رو در نظر بگیریم برای یک زیردریایی که اکثر طول عمر عملیاتیش رو در زیر سطح آب می‌ذاریم. پس بنابراین منطق کار دیگه عوض شد و ما برای زیردریایی امروزه دیگه شکل نوکتیز سینه رو نمی‌بینیم. شکل سینه بیزیگون هست با این منطقی که الان اینجا گفتم و دلیلش هم که طبق این توضیحی دادم که از این به بعد برای ما معلوم هست. مبحث بعدی ما در ارتباط با نیازهای متناقض درگ فشاری و درگ اصطکاکی هست. که این میاد خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی ما میخوایم نسبت طول به قطر زیردریایی، نسبت ال به دی رو بیایم تعیین بکنیم، با دو تا خاصیت متفاوت از نیازهای هیدرودینامیک مواجه هستیم. الان اینجا محور عمودی مقاومت هست، محور افقی نسبت ال به دی، طول زیردریایی به قطر زیردریایی هست. خب این ال به دی هر چی افزایش پیدا میکنه، منظور این هستش که زیردریایی کشیده و باریک میشه و اگر مقادیر ال به دی کم باشه، یعنی زیردریایی چاق و اصطلاحا توپر هست. خب از نظر مقاومت فرم یا همون مقاومت فشاری که گفتم، کدوم یکی از این حالات بهتر هست؟ هر چی جسم کشیده و باریک باشه، مقدار مقاومت فرمی کاهش پیدا میکنه. نمودار شما الان اینجا به این شکل دارید میبینید که با افزایش ال به دی مقدار مقاومت فشاری کاهش پیدا میکنه، ولی با افزایش ال به دی مقاومت اصطکاکی افزایش پیدا میکنه. اینجا اسکین پردیکشن رو دقت بکنید، اینجا افزایش پیدا میکنه. چرا مقاومت اصطکاکی افزایش پیدا میکنه؟ چون سطح خیس ما افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین دو تا خاصیت متناقض با هم داریم. در این بین مقاومت کل ما برابر است با مقاومت اصطکاکی برای مقاومت فشاری که توضیحش دادم. خب پس به هر حال آخر کار ما مجبور هستیم ال به دی رو افزایش بدیم یا کاهش. میگیم برای این حالت یک حالت بهینه وجود داره. اگر ما این دو تا رو با هم جمع کنیم یک نمودار به این شکل به دست میاد. این منحنی یک نقطه حد اقلی داره. این نقطه مینیمم، این نقطه حد اقلی، نقطه هستش که ما ال به دی زیردریایی رو باید در این منطقه تعیین بکنیم. پس بنابراین ما برای تعیین البدی باید از این منطق هیدرودینامیک در زیردریایی پیروی بکنیم و اصول تعیین کننده همین هستش که الان اینجا توضیحشو گفتم. و برای بدنه‌هایی که دوکی شکل هستن، تیر دراپ هستن اصطلاحاً، نسبت البدی بهینه برابر با 6 پیشنهاد شده، یعنی مقدار البدی که اینجا بیان شده البدی برابر با 6 هست. اگر این قضیه که گفتم البدی افزایش پیدا بکنه، مساحت سطح خیس چون بیشتر میشه، مقاومت اصطکاکی بیشتر میشه، رو در این مثال اینجا اومدیم و توضیح دادیم. در اینجا گفتیم که اگر دو تا استوانه با حجم یکسان مثلا 83 متر مکعب داشته باشیم، یکی دارای طول 11 متر قطر 3.1 دهم
و دیگری داره طول 82 دهم و قطر 3 و 6 دهمه. اینها رو که حساب میکنیم حجم هر جفتش همون 83 متر مکعب میشه. منطقه اگه سطح خیس و معادل سطح جانبی اینها بگیریم، محیط به سطح خیس جانبی این سطح خیسش میشه 107 متر مکعب در حالت اول. در حالت دوم مساحت جانبیمون که همون سطح خیس باشه میشه 92 متر مربع. دقت بکنید یه استوانه ساده داشتیم، حجم هر جفتش با هم برابره، در یکی مساحت سطح خیس 107، در یکی 92. تفاوت ها کجاست؟ در نسبت البدی. در این یکی ال 11 متر دی 3 و 1 دهم، البدی رو حساب کردیم شد 3 و نیم. در این یکی البدی رو حساب کردیم شد 2 و 3 دهم. دقت بکنید البدی افزایش پیدا کرد، البدی افزایش پیدا کرد، در نتیجه سطح خیس ما هم افزایش پیدا کرد. البدی 2 و 3 دهم شد 3 و نیم، سطح خیس 92 متر مربع شد 107 متر مربع. درست شد؟ پس این علتی که این نمودار داره نشون میده یک قانون ساده هندسی هست. شما برای یک حجم ثابت هرچی طول رو زیاد بکنید و قطر رو کم بکنید، مساحت سطح خیس شما با همون حجم ثابت افزایش پیدا خواهد کرد. که این میشه مفهوم این نموداری که اینجا گفتم. مفهوم این نمودار نزولی بودنش هم که خب بدیهیه. ما هر چی جسم ما کشیده و باریک باشه، مقاومت فرم ما یا مقاومت فشاری باید کاهش پیدا کنه. متا برای بررسی این من یک کاری که انجام دادم، اومدم چند تا مدل رو با نسبت‌های البدی مختلف ولی با حجم یکسان و برابر معادل با 5.89 متر مکعب، اینم باز یه مدل سازی به روش CFT انجامش دادم و به این شکلی که حالا نحوه شرایط مدل سازی اینا رو شما دارید می‌بینید که حالا از این بحث فعلا خارج هست. منتها نتایج رو اومدم در این نمودار به این شکل ارائه کردم که برای زیردریایی‌هایی که بدنه میانیشون استوانه این شکل هست، اصطلاحا بهش میگن پارالل میدل بادی یا سایلیندریکال میدل بادی، شکلی هستش که اغلب زیردریایی‌ها به این شکل هستن. نکنید شما این عددی که در این نمودار نشون داده شده و در همین کتاب اصول طراحی زیردریایی بیان شده، برای زیردریایی های دوکی شکل یا آلباکور شکل یا تیر دراپ قطره چکیده شکل هستن. اما اغلب زیردریایی های دنیا همینطور که میبینید قسمتی میانیشون استوانه ای شکل هست، به این شکلی که الان شما اینجا دارید میبینید. حالا من این بررسی رو اومدم متمرکز کردم روی این نوع از شکل ها و این نتیجه رسیدم که برای مقاومت این محور افقی ما نسبت البدی هست، محور عمودیمون مقاومت کل. در یه اعدادی یه هول و هوش بازه بین 7 الی 10 ما کمترین میزان مقاومت رو داریم، یعنی البدی بهینه ما برای اجسامی که به این شکل پارالل میدل بادی یا سایلیندریکال میدل بادی باشن، قسمت میانیشون استوانه باشه، البدی بهینه ما برابر با 7 هست. که اگر بخوام این جمع بندی انجام بدیم طبق منابعی که حالا وجود داره برای تیر دراپ شکل، یعنی همون جسمای دوکی شکل، عدد بهینه البدی اپتیموم البدی برابر با شیفت 6 الی 7 هست و برای اجسام قسمت میانی استوانه ای یا استرا سایلیندریکال میدل بادی 7 الی 10 هست. این محدوده بهینه ای هستش که برای زیردری تعریف میشه. الان این حالت نمودار نزولی ما مقاومت فشاری هست، این مقاومت استکاکی هست، مجموع اینها یه همچین نموداری به ما میده. ما این محدوده رو به عنوان محدوده بهینه که تقریبا نزدیک پیک نمودار هست در نظر بگیریم، این نتایج رو میتونیم برای این ارائه بکنیم. این هم از کلیت از این نمودار. اما شکل ایدئال و مناسب برای بدنه زیردریایی ها، خب طبق این تعریفی که اینجا گفتم بهترین حالتش و صحبتی که قبلا کردیم، این شکل که اصطلاحاً شکل ایدئال بهش میگن یا دوکی شکل یا تیر دراپ قطره چکیده بهش میگن، این شکل هست. این کمترین مقاومت رو داره و برای ما اولویت اول از نظر هیدرودینامیکی این هستش که این شکل برای زیردریایی انتخاب بشه. منتها امروز اغلب زیردریایی های دنیا به این شکل هستن که مسئلهش مسئله هیدرودینامیکی نیست، مباحث دیگه‌ای داره که الان اشاره میکنم. الان نکنید این یک زیردریای بزرگ اتمی است، حتی چه زیردریای کوچیک چه بزرگ که میبینید اغلب به این شکلن. قسمت میانی رو نگاه کنید، اگه از اینجا به نظر بگیرید تا تقریبا این قسمت کلا استوانه است.
حالا یه قسمت مخروط میاد قسمت انتها اضافه میشه، یه قسمت بیزیگون هم در قسمت سینه. علت این هست، علت این که از این تیپ شکل ها استفاده نمی کنن به چه صورت هست، نه شکل ایدئال هیدرودینامیک معمولا استفاده نمی کنن، به چه دلیل هست؟ یکی هزینه بالای تولید بدن کاذب و پوسته سخت. نکنید ما یه پوسته سخت این رو داریم، طبق بحثایی که قبل از این جلسه قبل صحبت کردم، میایم یه بروکش روی اون پوسته سخت میکشیم، این میشه بدنه کاذب یا بدنه هیدرودینامیک. کلا ساخت بدنه به این شکل مشخص است که خیلی پرهزینه تر و زمانبر و مشکل تر است از این شکلی که الان دارید میبینید. در این شکل پایینی قسمت عمده از بدنه یک استوانه ساده است، منتها شما در اینجا در هر طولی یک شعاع متفاوت دارید میبینید و این هم طبیعتا ساخت این وسیله رو چکار میکنه؟ مشکل میکنه. مبحث بعدی دشواری به داک بردن هست. شما این انحنا رو موقعی زیر بدن داری، چیدن کیل بلوک ها در زیر بدن، خب این هم تبعات خاص خودش رو داره و دشواری های خاص خودش رو داره که البته این حالا خیلی شاید اهمیت نداشته باشه، ولی جز مشکلات کاری این وسیله هست. و بعدی این هستش که استفاده از کیل و برجک کلا فلسفه این رو به هم می‌ریزه. خوب دقت بکنید، این جسمی که الان اینجا نشون دادیم میکنید هیچ زائده ای بهش وصل نیسته. شما درگ این رو مقایسه میکنید مثلا با یک جسمی میانی استوانه ای، خب تفاوت خیلی زیاد هست، منتها شما این مزیت رو خیلی افت شدیدی بهش تحمیل میکنید، در صورتی که بیاد یک کیل قسمت زیرش اضافه کنید، یه چیزی مثل برجک هم این بالا بذارید، یعنی کلا جریان فیری که الان داره رو بدن حرکت میکنه به هم میخوره و تا حد زیادی اون مزیت هیدرودینامیک خودش رو از دست میده. یعنی ما اینطور دیگه نخواهد بود که در یک زیردریایی واقعی که بدنش تیر دراب هست یا قطره چکیده شکل هست تفاوت عمده‌ای با یک زیردریایی بدن میانی استوانه‌ای داشته باشه. الان شما در اینجا دقت بکنید، این یه زیردریایی هست، اینجا گفتم که بدنه فشار هست که تجهیزات و انسان و اینا در این قسمت قرار میگیرن، آب دریا واردش نمیشه، مقاوم در برابر عمق آب هست، این پوسته بیرونی آب واردش میشه، فضای بینش رو آب میگیره، مخازن هم در این فاصله قرار میگیرن، این میشه روکش هیدرودینامیک ما. این روکش هیدرودینامیک رو اگر بخوایم زیر دریایی رو دو بدنه بسازیم، باید اگر بخوایم زیر دریایی رو به شکلی بسازیم که شکل ایدئال هیدرودینامیک داشته باشه، باید کل پوسته سخت رو در یک روکش هیدرودینامیک احاطه بکنیم و این خب طبیعی هستش که این مقدار هزینه رو همینطور که گفتم افزایش خواهد داد. منتها میخوام یک نتیجه گیری خیلی مهم در اینجا بکنم، حالا این مقدمه رو چیدم که به اینجا برسم. الان در اینجا دقت بکنید، از همین کتاب هورنر من اینجا یک نمودار برای یک جسم به این شکل آوردم، تقریبا شبیه یک فویل زیردریایی هست، یک جسم ایدئال یا همون تیر دراب شیپ هست. در اینجا دقت بکنید، محور افقی ما اعداد رینولدز هست، محور عمودی ضرایب مقاومت هست. خب ذریع مقاومت هم که از یک دوم سی دی رو آبی دو این فرمول عمومی هستش که میدید. نکته اولی که میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که در اینجا هرچی سرعت پایین تر باشه، هرچی سرعت پایین تر باشه ضریب مقاومت ما بیشتر هست. الان هر کدوم از این نمودارهایی که اینجا میبینید برای یک البدی خاص هست، این ال طول این فویل و این دی قصه بیشترین قطرش هست. مثلا برای LBD مساوی با 8 که برای زیردریایی هم خب رایج هست، نگاه کنید در سرعت‌های پایین که رینولدز ما پایین هست، الان ضریب مقاومت چند خودش نشون میده؟ یک صدم. اما هرچی سرعت افزایش پیدا میکنه، این خط قرمز دوم رو ببینید، این ضریب مقاومت ما افت چشمگیری پیدا میکنه، رو این عدد یه چیزی هول و هوش 18 ده هزارم رو بهش می‌رسیم. دقت بکنید چقدر افت چشمگیر هست. نگاه کنید از یک صدم رسیدیم به 18 ده هزارم، عدد خیلی خیلی کاهش پیدا کرده، یه چیزی حول و حوش 10 برابر کم کوچکتر شده. خب اینجا چه نتیجه گیری میخوام بکنم؟ این هستش که ما این اجسامی که داریم به این شکل ازش صحبت میکنیم موقعی مزیت خودشون رو نشون میدن که ما در سرعت‌های بالا حرکت بکنیم. اگر ما سرعت‌های پایینی باشه، یعنی اعداد رینولدز پایینی داشته باشیم، خود به خود ضریب مقاومتمون چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. از این مزیت عمده دیگه ما چیزی ازش نداریم. این یک بحث که تا اینجا داشته باشیم. اما
بحثی که اینجا میخوام خدمت شما اهمیتش رو بیان کنم این هستش که ما یکی از عواملی که قبلا توضیح دادم برای تعیین اینکه یک زیردریایی تک بدنه باشه یا دو بدنه باشه، یک مسئله اصلیش ذخیره بویانسی زیردریایی بود و کامپارتمندی داخل زیردریایی بود که به چه صورت باشه و آیا ارزش داره که ما یک زیردریایی و ذخیره بویانسی بالای براش بگیریم و جسمش رو و اون شکل رو تبدیل به دو بدنه بکنیم یا نه. اما بحث دومی که گفتم خیلی مهم هست و قرار بود در بحث هیدرودینامیک اشاره کنم و الان وقتش رسیده اینجا هست که آیا اصلا ارزشی داره که ما یک زیردریایی رو از نظر هیدرودینامیکی دو بدنه بسازیم یا نه. چرا؟ چون یکی از علتایی که میان یک زیردریایی رو دو بدنه میسازن، تعریف تک بدنه دو بدنه رو قبلا گفتم، دو بدنه یعنی اینکه الان شما یه بدنه فشار دارید، یک بدنه کاذب کلا کشیدی روش برای اینکه جسم رو یک فویل هیدرودینامیک مناسب بهش بدید. اما در زیردریایی تک بدنه اینطوری نیست. قسمت میانی همون استوانه ای هستش که شما از بیرون دارید میبینید، فقط یه قسمت بیزی، یه قسمت بیزیگون به قسمت سینه و یک مخروط به قسمت پاشنه اضافه میکنن، تمام. این میشه زیردریایی تک بدنه. حالا ما میخوام ببینیم که ما چه مزیتی رو به دست میاریم و در چه شرایطی مزیت داریم. این رو در اینجا من توضیحشو به این شکل میتونم براتون بدم. در زیردریایی های تک بدنه، یعنی قسمت میانیشون به صورت استوانه ای هست، در این زیردریایی ها در سرعت های پایین 75% مقاومت استکاکی هست، 25% فشاری. در سرعت های بالا 60% استکاکی هست، 40% فشاری. خوب دقت بکنید. اما در زیردریایی دو بدنه که جسم شکلشون تقریبا شکل دوکی شکل به دست میتونه بیاد، در سرعت های پایین 70% مقاومت استکاکی هست، 30% فشاری. در سرعت های بالا 85% استکاکی هست، 15% فشاری. اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که شما یک شکلی رو میایید یه فرم هیدرودینامیک بهش میدید که تا جای ممکن بیاید مقاومت فشاری رو کاهش بدید. خب در اینجا دقت بکنید، اگه سرعت ما پایین باشه برای یک جسم، یک شکل بدنی معمولی مقاومت فشاری ما 25% هست، برای یک جسم دو بدن دوکی شکل 30% هست. تفاوت بین 25 و 30 خیلی زیاد نیست. اما برای سرعت‌های بالا این نسبت میشه 60-40، یعنی مقاومت فشاری ما یا همون فرم رزیستنس ما یا مقاومت شکلی ما 40% از مقاومت کل رو اختصاص میده به خودش. در اینجا زیردریایی های دو بدنه دوکی شکل 15%. یعنی کدوم ها بهتر هست؟ خب مشخص هست، یعنی 15% خیلی بهتره. یعنی ما یک جسمی داریم تولید میکنیم مقاومت فشاریش خیلی خیلی مناسب و پایین هست. پس بنابراین در سرعت های پایین همینطور که شما الان مقایسه بین 30 و 25 دیدید چندان مزیتی به دست نمیاریم، ولی در سرعت های بالا هستش که اون دوکی شکل بودن و اون هیدرودینامیک بودن خودش رو میاد و نشون میده. پس بنابراین ما اینجا نتیجه گیری که میخوایم بکنیم این هستش که دو بدنه کردن یک زیردریایی، حالا غیر از اون بحث ذخیره بویانسی گفتم، اون دوستانش هم دیگه جدا به اون کاری نداریم، از نظر هیدرودینامیک دو بدنه کردن زیردریایی در شرایطی از نظر هیدرودینامیک به نفع هست که ما محدوده سرعت‌های بالا رو بخوام پوشش بدیم. مثلا یک زیردریایی که هول و هوش سرعتش مثلا میخواد 7-8 گره باشه، بالا محدوده رینولدز پایین تر از ضرب توان 6 یا مثلا همین هول و هوش، حتی یه مقدار بیشتر از 1 میلیون هم به دست بیاد، خب این براش اصلا مزیتی وجود نداره که بیاد به اصطلاح زیردریایی دو بدنه انتخاب بشه. یعنی ما دو بدنه بودن زیردریایی دردسرهاشو به جون می‌خریم که یک مزیت عمده به دست بیاریم. باید توجیه باشیم که این مزیت چیه، آیا به دست میاد یا نه. در مثال دیگه این رو یک مقداری بهتر توضیح دادم و یک مقداری حالا با یک مثالی که اینجا اعمال کردم خیلی خودش رو بهتر نشون میده. نکته‌ای که در اینجا بود فقط این رو قبلا باز اشاره بکنم که شما موقعی که طبیعتاً زیردریایی رو دو بدنه میگیرید سطح خیس افزایش پیدا میکنه. دقت بکنید اگر زیردریایی تک بدنه باشه، خب اینجا یک دماغه، یک پاشنه، یک سینه پاشنه، این قسمت هم همین قسمت استوانه خواهد بود. سطح خیس کمتره تا موقعی که شما میایید یک روکش رو کل بدنه میکشید. خب موقعی که شما زیردریایی دو بدنه میشه، طبق چیزی که شما روی شکل میتونید ببینید، بدیهی است که سطح خیس ما افزایش خواهد داشت. حالا این مزیت کجا به اصطلاح باید محاسبه بشه؟ دو تا زیردریایی داریم،
این فرض کنید دو تا بدن لخت دو تا زیر دریایی. من اومدم اینها رو توی سالید ورک مدل کردم، حجمش رو اینجا آوردم، یک مثال بسیار پیش پا افتاده و ساده ولی میتونه خیلی درک خیلی خوبی از موضوع شما ارائه بکنه. هر دو تا استوانه طولشون 8 مترن و قطر بدن فشاری که داخل اینها قرار میگیره هر جفت اینها 1 متر هست. منتها طبیعی است که قطر بیرونی این بدنه دوکی شکل نسبت به این بدنه میانی استوانه یه مقداری باید بیشتر باشه. حجم کل در این زیردری تک بدنه، حجمی که به ما میده 5.8 متر مکعب هست. در این زیردری دو بدنه 7.6 متر مکعب هست. یعنی حجم بیشتری خب میده. طبیعی هم از ما فضاهایی رو که بین بدن فشار و بدن کاذب قرار میگرفت، یه قسمت برای مخازن استفاده میشد، یه قسمت فضای آبی آزاد، فضای پرت بود، خب قابل استفاده نبود. و منتها اون چیزی که مهم هست برای ما میخوام بهش برسیم چی از سطح خیس هست. الان سطح خیس کل این جسم استوانه شکل ما یا قسمت میانی استوانه ما 26.1 متر مربع هست، ولی در این زیردریایی دقت بکنید، در این زیردریایی سطح خیس ما 30.5 متر مربع هست. 26.1، 30.5 متر مربع. تفاوت‌ها رو دقت بکنید. اگر به درصد بخوایم تفاوت‌ها رو بگیم، این دو بدنه 16.8 متر مربع، 16.8 درصد سطح خیسش از تک بدنه بیشتره. سطح خیسش از تک بدنه بیشتره. اینو داشته باشید. در این فرمول مقاومت رزیستنس گفتیم برابر است با 1/2 سی ای رو آ بی دو. ما با دو تا پارامتر الان داریم بازی میکنیم، با تغییر شکل از تک بدنه به دو بدنه یا بالعکس. یکی ضریب مقاومت هست، یکی مساحت سطح خیز هست. یکی ضریب مقاومت چرا؟ چون طبیعتاً همینطور که اینجا توضیح دادم و قبل از اینم گفتم، جسم هایی که دوکی شکل هستن مقاومت فشاریشون پایین‌تره نسبت به این، بدیهی هم هست. خب منتها پارامتر دیگه‌ای که داره نقش بازی میکنه سطح خیس هست که اینجا شما دارید میبینید. یعنی فقط ما ضریب مقاومت نیست که مطرحه، ما سطح خیسمون هم اینجا مطرحه. برای این جسم تقریبا به طور متوسط اگه ضریب مقاومت 4000 در نظر بگیرید بر اساس مساحت سطح خیس، یعنی ضریب مقاومتی که بر اساس مقطع ارزی به دست نیامده بر اساس سطح خیس به دست اومده، حالا بحثش از مقاومت و سیالات میدونید، درس هیدرودینامیک و سیالات میکنیم سعی میدونیم، بر اساس CAD رو همطوری که گفتم بر اساس سطح خیس به دست میارن، یا حالا بر اساس مقطع ارزی در شناوران معمولا بر اساس سطح خیسه. این عدد 4000 رو برای این تیپ شکل بدن ها رایج هست و عددی هستش که استفاده میکنیم و به کار میاد. اما برای این جسم های دوکی شکل طبق نموداری که اینجا دیدید، عدد هولوهوش 25-10000 یا 3000 میتونه منطقی باشه. این عدد رو 3000 اگر ما بگیریم، تفاوت این دو تا ضریب با هم دیگه هولوش چند درصده؟ 25%. یعنی این مزیت در اینجا وجود داره که زیردریایی دوکی شکل ضریب مقاومتش 25% از این بیشتره، ولی در عوض سطح خیسش 16.7% بیشتره. اینم که هر دوشون توانشون یک هست، مثل سرعت توان دو نداره، اینم توان یک داره، اینم توان یک داره. خب نتیجه چیه؟ شما اینجا 25% به نفع کار کردی، 16.8% اومدی پنالتی دادی. خب شما باید خیلی حواستون باشه که تفاوت خیلی زیاد نیست، بین حدودا 17% تا 25%. یعنی اینو میخوام بگم که در مباحث هیدرودینامیک اگر ما تمامی اجزا رو جور در نیاریم، زوائد بدنه ما زیاد باشه، الان یک جسمی هست مثلا زوائد بدنه زیاد باشه، همین مزیت 25%ش هم از دست میده. یا طبق نموداری که اینجا نشونتون دادم دقت بکنید، اگر سرعت زیردریایی ما خیلی پایین باشه، میبینید که ضریب مقاومت به شدت افزایش پیدا میکنه، از این عدد 18000 اومد به 100. یا مثل این حالتی که الان اینجا نسبت مقاومت اصطکاکی فشاری رو در سرعت‌های پایین و سرعت‌های بالا برای دو تا بدنه مقایسه کرده. یعنی نتیجه گیری هیدرودینامیک که خلاصه کار میخوام بکنیم این هستش که برای اجسامی که سرعت پایینی دارن این شکل مناسب تره، برای رسیدن به سرعت‌های بالا شکل دوم مناسب تره. از طرفی در همین درس در همین بحث هیدرودینامیک من گفتم که زیردریایی‌های کوچک داره محدود سرعت پایین هستن، زیردریایی‌های بزرگ هستن که معمولا به محدود سرعت بالاتر می‌رسن.
پس بنابراین یه نتیجه گیری منطقی که مرتبط با این بحث میتونیم بکنیم هستش که برای زیردریایی‌های کوچک با محدوده سرعت پایین همین شکل بدنه میانی استوانه‌ای مناسب هست، اما برای زیردریایی‌های بزرگ که میخوان به سرعت بالا برسن شکل بدنه دوکی شکل میتونه مناسب تر باشه، به شرطی که الزامات زوائد بدنش هم رعایت بشه. اما معادلات مختلفی برای شکل بدنه زیردریایی شما میبینید که برای یک زیردریایی، حالا چه قسمت میانیش استوانه‌ای باشه چه نباشه، میتونن اینو صفر بگیرن، میتونن عدد بدن. منتها اون چیزی که برای ما مطرح هست در مبحث هیدرودینامیک، برای اینکه مقاومت رو بخوایم به اصطلاح محاسبه بکنیم، یعنی جسم رو مدل بکنیم و بعد مقاومت حساب بکنیم، یکی اون حالت بیزیگون قسمت سینه هست، یکی هم اون قسمت منحنی قسمت پاشنه که یک چیزی شبیه به مخروط هست ولی مخروط نیستش، یه انحنای اینجا دارید میبینید داره. در اینجا معادله قسمت سینه به این شکل داده شده، معادله قسمت پاشنه به این شکل، یعنی اینجا وای اف و وای ای رو ما به این صورت در اینجا داریم که اینجا شما این معادله رو دارید میبینید. این معادله معروفی هستش که میتونه شکل‌های مختلف سینه و پاشنه رو بیاد و به اصطلاح مدل سازی بکنه که اینجا شما دارید میبینید. من الان کاری که کردم اومدم این مدل سازی رو انجام دادم، یک جسمی رو در نظر گرفتم، قسمت میانیش رو تقریبا کوچکیش رو استوانه گرفتم، یه قسمت عمدهش رو سینه و پاشنه، یعنی قسمت استوانه ای قسمت کوچکی از جسم تشکیل میده، ابعادش رو هم اینجا ذکر کردم. اومدم برای حالتهای مختلف ضریب NF و ضریب NA برای چند تا مدل مختلف اومدم مدل سازی ها رو انجام دادم که NF و NA رو شما الان اینجا دارید در این معادله شکل سینه و در اینجا معادله شکل پاشنه دارید میبینید. با تغییر این دوتا ضریب شکل‌های مختلفی از زیردریایی داریم که الان اینجا شکل سینه تقریبا نکتیز بوده، همینطور که افزایش پیدا کرده این حالت بلوف یا توپور پیدا کرده، میشه این مدل 11. و همینطور برای قسمت پاشنه تقریبا اینجا مخروط کامل ما داشتیم و خیلی نزدیک مخروط داشتیم و به مرور این رو تغییراتش دادیم و انحنای شکل پاشنه رو هم تغییرش دادیم و نتایج اینها رو و مقایسه اینها رو که حالا در چه انی از سینه و چه شکلی از سینه و چه شکلی از پاشنه مناسب هست رو اومدیم در مقالات مختلف ارائه کردیم. این مقالات رو من در به اصطلاح ژورنال های مختلف و در کنفرانس های مختلف ارائه کردم. حالا کسانی که علاقه من باشن، چون این در حوصله این بحث دیگه الان خارج از بحث دیگه زیادی طولانی میشه، یکیشون اگه بخوام اشاره بکنم، یکی معادلات کلیت معادلات شکل بدنه زیردریایی رو ابتدا ارائه کردم که این در همین کنفرانس دریایی خودمون ارائه شده، مطابق مقالات دیگه در ژورنال های مختلف چاپ شدن که کسایی که علاقه مند باشن میتونن این مقالات رو بگیرن. حالا یه چیزی هول و هوش 17 تا یا 18 تا مقاله ژورنال هست، به علاوه یه چیزی هول و هوش 7 8 تا مقاله کنفرانسی که من در اینها سعی کردم یک مدل سازی از اجزای مختلف شکل بدنه زیردریایی ارائه بکنم، بررسی هیدرودینامیک به روش CFT رو اینا انجام دادم و در بعضی از مواقع و موارد که تونستیم یه تست مدلی هم انجام بدیم این نتایج رو با تست مدل هم مقایسه کردیم. برای کسانی که علاقه من باشن فکر میکنم منابع مناسبی باشه، من تمام این منابع رو روی سایت خودم همین kashi.ir گذاشتم، منتها اگر به هر دلیلی این سایت یه زمانی امکان استفادهش نباشه، شما با همین کلید واژه حالا مثلا سابمرین یا حالا با اسم خودم میتونید این مقالات رو از ژورنال های مختلف بگیرید، ولی اون مواردی که من رو سایتم گذاشتم همه این مقالات هست و به صورت رایگان در دسترس دوستان وجود داره. امیدوارم که این بخش تا اینجا هم مفید باشه و این مبحث هیدرودینامیک رو باز در جلسه بعد و در بحث بعد دوباره ادامه خواهیم داد. موفق و پیروز باشید.